دوستم در آرزوی بازگشت به خانه با کنار زدن دوباره طالبان رویاهایم کامل می شوند. طالبان از وضع محدودیت های برای صدور پاسپورت به شهروندان خبر داد. طالبان در بدخشان فلش و کارت حافظه موترها را ضبط کردند تا رانندگان موسیقی نشنوند. و حقانی کشته شد. مشروع خبرها عبدالرشید دوستم بنیانگذار حزب جنبش ملی و معاون اول دولت پیشین افغانستان در مصاحبه با مجله آمریکایی گفت همچنان به کنار زدن طالبان از قدرت متحد است و رویاهایش وقت کامل می شوند که این ابرهای سیاه را از افغانستان دور کند. این نخستین مصاحبه عبدالرشید دوستم در 2 سال گذشته است. او در این مصاحبه تصریح کرد که برای کنار زدن طالبان از قدرت به حمایت سیاسی آمریکا نیاز دارد. اگر امریکا از من حمایت سیاسی کند کار طالبان را تمام می کنم. در این صورت 24 ساعت بعد روی تپه در داخل افغانستان خواهم بود. دوستمی که 69 سال دارد و بیش از 40 سال است که در کشمکش های نظامی و سیاسی در افغانستان حضور دارد، در 14 اگست 2021 پس از درگیری شدید در مزار شریف افغانستان را ترک کرد و از طریق مرز حیرتان به ازبکستان پناه برد. و اگرچه با متحدان سیاسیش عطا محمد نور و محمد محقق برای دفاع از مزار شریف توافقنامه نظامی امضا کرده بودند، نتوانستند بیشتر از یک هفته در مزار شریف دوام بیاورند. پس از فرار دوستم و نور به ازبکستان، محمد محقق هم که در کابل بود در 15 اگست همراه با گروه از سیاستمداران سابق به اسلام آباد رفت. از دوستم، محقق و نور در شمال افغانستان به عنوان 3 رهبر سیاسی تاثیرگذار که در تحولات شمال این کشور نقش کلیدی و تعیین کننده داشتند یاد می شود. طالبان از وضع محدودیت های برای صدور پاسپورت به شهروندان خبر دادند. سخنگوی وزارت داخلی طالبان از وضع محدودیت برای صدور پاسپورت به شهروندان خبر داد. عبدالمتین قانی گفت که برای افراد مقروز، ممنوع الخروج، کودکان بی سرپرست و بدون وکیل قانونی و افرادی که در دادگاه محکوم شدند پاسپورت صادر نخواهند شد. آقای قانی روز دوشنبه در توییت نوشت به افرادی که با دستگاه انگشت نگاری یعنی بایومتریک به عنوان افراد ممنوع الخروج شناسایی شوند پاسپورت صادر نخواهند شد. طالبان در بدخشان فلش و کارت حافظه موترها را ضبط کردند تا رانندگان موسیقی نشنوند. متصبان امرالمعروف نزد منکر طالبان در ولسوالی درائم بدخشان فلش و کارت حافظه موترهای مسافربری را ضبط کردند. وزارت امر بالمعروف طالبان گفته با ایجاد ایستگاه‌های بازرسی به رانندگان توصیه شده که موسیقی نشنوند و از زبان بدون محرم را انتقال ندهند. زکریا نایبی در صفحه رسمی تویتر خود چنین گزارش می‌دهد: انفجار خونین در پاکستان. عصر دیروز یکشنبه انفجار مهیبی در خیبر پختونخوا در میان هواداران جمعیت علمای اسلام رخ داد که تا هنوز 35 کشته و 200 زخمی بر جا گذاشته است. مولانا ضیاءالحق حقانی از برگزار کنندگان این گردهمایی در میان کشته شدگان است. تا هنوز گروه مسئولیت این انفجار را نگرفته است. شلیک هوایی که جان گرفت. زمانی که در 2 سال پیش حکومت جمهوریت سقوط کرد، ماه محرم بود و طالبان هنوز باور خودشان نمی‌شد که حکومت جمهوریت سقوط کرده و آنها بعد از 20 سال شورشگری و فعالیت تروریستی دوباره حاکم کابل شدند. به همین دلیل محدودیت برای عزاداری شیعیان که ماه محرم و کشته شدن حسین ابن علی امام سیم شیعیان و نواسه پیامبر را به شیوه‌های خاص گرامی می‌دارند، وضع نکردند. در سال گذشته هم همین طور محدودیت‌های زیاد بر عزاداران شیعیان وجود نداشت. هر چند سال گذشته یک انفجار در سایه سرکاریز کابل رخ داد که تعداد کشته و زخمی بر جا گذاشت. امسال اما با شروع ماه محرم طالبان محدودیت‌های زیاد بر عزاداران شیعه وضع کردند و اجازه برگزاری محافل عزاداری و راهپیمایی ندادند. محدودیت‌های طالبان با واکنش‌های فراوان در داخل و خارج کشور روبرو شد و تعداد از افراد برجسته مذهبی اهل تشیع از طالبان خواستند که اجازه برگزاری محافل عزاداری داده شود. ظاهراً طالبان این درخواست‌ها را نپذیرفتند. با آن هم شیعه ها در مقیاس کوچکتر نسبت به گذشته آمادگی عزاداری را گرفتند. در روز 7 محرم طالبان بر دسته ها و گروه های عزاداری در کابل حمله کردند و با خشونت آنها را متفرق نمودند. تصاویری که در شبکه های اجتماعی نشر شده است نشان می دهد که پیکاجیان طالب با چوب و باتوم بر عزاداران حمله می کنند و آنها را لتکوب می نمایند.
قضیه به اینجا ختم نشد و در روز دوم محرم طالبان بر عزاداران شیعه در مناطق نواباد و قلعه شهدای غزنی حمله کردند. این بار با کلاشینکوف و دیگر سلاح‌های گرم. رسانه‌ها نوشتند که طالبان با شلیک‌های هوایی عزاداران را متفرق کردند. رفته رفته معلوم شد که این شلیک‌ها آنقدر هم هوایی نبوده است و جان 4 نفر را گرفته و دست کم 9 نفر دیگر را زخمی کرده است. تصاویری که در شبکه‌های اجتماعی نشر شده نشان می‌دهد که نیروهای طالبان با سلاح‌های متنوع بر عزاداران شلیک می‌کنند. در نوارهای تصویری که در شبکه‌های اجتماعی نشر شده نیز دیده می‌شود که حداقل 2 جنگجوی طالبان که در سمت راست این تصویر هستند مستقیم به سمت عزاداران شلیک می‌کنند. درست در مقابل این سرمازان یک فرد که ظاهراً تیر خورده به زمین افتاده و عزاداران به صورت سراسیمه از منطقه دور می‌شوند. در مقابل این سربازان یک فرد که ظاهراً تیر خورده به زمین افتاده است و عزاداران به صورت سراسیمه از منطقه دور می شوند. به این اتفاق که در روز دوم محرم در غزنی افتاده است می شود از چندین منظر پرداخت که من اینجا به صورت موردی با آنها می پردازم. 1. شیعه ستیزی طالبان. بر اساس آموزه های افراطی دیوبندی و رادیکال که طالبان آن را در مدارس فرا گرفتند، شیعه ها مبادمن و کشتن آنها برای طالبان جواز دارد. این تنها موارد نیست که طالبان در مقابل مردم شیعه دست با ماشم میبشوند و شلیک میکنند. پیش از این نیست طالبان در موارد بیشمار مستقیم شیعیان را به دلیل مذهبی کشتن. کشتار دست جمعی شیعیان و هزاره ها در شهر مزار شریف سال 1378 بارزترین نمونه شیعه ستیزی این گروه در حکومت پیشین این گروه است. به همان سال این گروه در حکومت گذشته خود تعداد زیادی از شیعیان را در ولسوالی یکاولنگ بامیان کشتند. سریال کشتن شیعیان توسط این گروه در 20 سال گذشته نیز ادامه داشت. این گروه مسافران را که مذهبشان شیعه و با قومیتشان هزاره بود در مسیر را پیاده می کردند و می کشتند. بارزترین نمونه این مورد کشتن تبسم 9 ساله بود که اعتراضات گسترده را در کابل و شهرهای دیگر افغانستان در پی داشت. از سوی این گروه در 20 سال گذشته بر مراکز سیعی، تکیه خانه ها، کورس ها و نهادهای آموزشی، ورزشگاه ها و مناطق شیعه نشین چندین بار حمله کردند. بعد از سقوط حکومت هم چند بار ملاهای نزدیک به این گروه و افراد برجسته این گروه علیه شیعیان صحبت کردند و به نحو شیعه را کافر خطاب نمودند. ستیز این گروه به شیعیان به اینجا ختم نمی شود. طالبان تدریس فقه جعفری را در دانشگاه ممنوع کرده و در محاکم هم فقه جعفری را به حالت تعلیق درآوردند. 2. نیروهای طالبان شیوه برخورد با شهروندان را نمی دانند. چندین توقعی از طالبان و نیروهای این گروه که فهمشان با خشونت گره خورده زیادی و به نوع خنده‌آور است. طالبان همواره را پیمایی های شهروندان را با خشونت و سرکوب کردند و در آخرین مورد به صورت مستقیم به مردم در غزنی شلیک کردند. این نشان می دهد که این گروه هنوز رای دراز در پیش دارند که تا به این سمت بروند. این گزارش در ویدئوی دیگر ما ادامه دارد. تشکر که تا این دم با ما بودید. برای ویدئوی بیشتر و تازه ترین خبرها کانال ما را سابسکرایب، ویدئوی من را لایک و با دوستانتان به اشتراک بگذارید. شب روزتان خوش. خداوند نگهدارتان.